他的卡吧。همزمان با ادامه نبرد میان نیروهای افغان و طالبان در هلمند، تیم‌های تماس دو طرف بعد از دو هفته دیدار کردند. کمتر از دو هفته بعد از مثبت اعلام شدن تست کرونا، دونالد ترامپ سفرهای انتخاباتی را از سر گرفت. وضعیت شکننده در قره‌باغ، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وجود نقض مکرر آتش‌بس می‌گویند به توافق مسکو پایبندند. ارزان‌ترین نیروی کره زمین اینو به من داد و همون موقع دیگه من مست شدم. و مردی که با برنامه تلویزیونی هنر هفتم در خاطره ها ماند، اکبر عالمی، مدرس عکاسی، منتقد سینمایی و مستندساز ایرانی، در اثر کرونا ابتلا به کرونا درگذشت. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. درگیری نیروهای افغان با طالبان در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند برای سومین روز پیاپی ادامه دارد، اما به گفته ساکنان محلی شدت خشونت ها تا حدودی کم شده. گزارش شده فعالیت اکثر شبکه های مخابراتی در این ولایت متوقف شده و برق هم از چند روز پیش قطع است. دست کم 5000 نفر آواره شدند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. هزاران بیجا شده جنگ در جنوب کشور به دنبال نان و سرپناه. از ولسوالی های ناد علی و ناوه به مرکز هلمند لشکرگاه آمدند. با امکاناتی اندک و سرنوشتی نامعلوم. قرار است یک بازارچه محلی زنان را در شهر برای بود و باش موقتی به آنها اختصاص دهند. اداره امور مهاجرین این ولایت اما گفته امکانات کافی برای کمک فوری به این افراد در اختیار ندارد و دستشان خالی است. مردم قربانی جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی چشم انتظار پناه دولت. آنجا جنگ بود بین حکومت و طالب. دیگر نمی توانستیم دوام بیاوریم. می خواهیم جایی برویم که آرام زندگی کنیم. جنگ بود و فرار کردیم. همه چیز را رها کردیم. حالا جایی برای زندگی نداریم. دولت باید به ما پناه بدهد. مقام های محلی می گویند شب گذشته نیروهای کماندو به همکاری قوای هوایی عملیات پاکسازی را در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت آغاز کردند. اما تا کنون از پیشرفت این نیروها در بازپسگیری مناطق تحت تصرف طالبان گزارشی در دست نیست. چهار روز پیش گروه طالبان از سه جهت بر شهر لشکرگاه حمله کردند و حوزه چهارم امنیتی شهر را به کنترل خودشان درآوردند. دو سال پیش نیز کنترل همین منطقه را به دست گرفته بودند. مقامات دولت گفته گروه طالبان قصد داشتند مناطقی را که اخیراً از دست داده بودند پس بگیرند و این ولایت را سقوط دهند، اما با مقاومت نظامیان افغان روبرو شدند. طرف مقابل طالبان گفته مناطقی که در گذشته در کنترل این گروه بوده بار دیگر تحت حاکمیت این گروه در آمده و عملیات پیشروی دیگری انجام نخواهد شد. در دو روز گذشته نیروهای آمریکایی نیز علیه طالبان برای دفاع از نیروهای امنیتی افغان جنگیدند. آمریکا گفته حمله طالبان خلاف توافقنامه آنهاست. تا کنون آمار دقیقی از تلفات طرفهای جنگ در دست نیست. دولت از کشته شدن حدود 170 جنگجوی طالبان خبر داده، اما این گروه آمارهای نشر شده را رد کرده. آمار تلفات غیر نظامیان هم نامشخص است. با این حال سازمان غیر دولتی ایمرجنسی که بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه قربانیان جنگ را در کشور اداره می‌کند گفته تنها در دو روز اول جنگ نزدیک به 70 زخمی فقط در بخش جراحی این بیمارستان آورده شده. با وجود جریان مذاکرات در دوحه قطر میان دولت و طالبان، جنگ میان دو طرف در کشور شدت یافته. این وضعیت از 9 ماه گذشته پس از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان به همین گونه بوده. به گفته سازمان ایمرجنسی در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1700 نفر از زخمیان جنگ را درمان کرده.
که این رقم 16% افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سفر به فلوریدا در میان هواداران خودش سخنرانی کرد. سفر انتخاباتی آقای ترامپ در پی یک وقفه حدوداً 2 هفته‌ای به خاطر ابتلای او به کووید 19 صورت گرفت. با این حال به گفته پزشک آقای ترامپ او حالش کاملا خوب است و بهبود پیدا کرده. آقای ترامپ در این سخنرانی گفت سالم شده و در برابر ویروس کرونا مسئولیت دارد. او همچنین از دستاوردهایش صحبت کرد و درباره رقیب دموکراتش جو بایدن هشدار داد. بیشتر در گفتگو با همکارم خشایار جنیدی در واشنگتن از او پرسیدم آقای ترامپ درباره ایران چه گفت. آقای ترامپ و هوادارانش در جریان این کارزار انتخاباتی هر وقت میخواد صحبت از دستاوردهای سیاست خارجی آقای ترامپ بکنند به 2 نکته اشاره میکنند. یک، خروج آمریکا از برجام که به گفته اونها یک قراردادی بوده که بیشتر از اینکه منفعت داشته باشه ضرر و زیان داشته برای آمریکا. و 2، قضیه سوء قصد به جان قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که آقای ترامپ اون رو یکی از دستاوردهای خودش در کنار کشتن البغدادی رهبر داعش میدونه. در این گرد همایی در فلوریدا هم که تقریبا بعد از یک وقفه 2 هفته‌ای به خاطر ابتلای آقای ترامپ به کووید 19 برگزار میشد و نخستین سفر او در این کارزار بعد از این دوره بود، آقای ترامپ در این باره با هم صحبت کرد. صحبتاش رو بهتر هست با هم بشنویم. We killed the leader of ISIS who was trying to reform ISIS. رهبر داعش رو کشتیم. داشت تلاش میکرد داعش رو دوباره سازماندهی کنه. ما به دار فراموشی فرستادیمش. البغدادی رو کشتیم که سالها و سالها دنبالش میگشتن. ولی کی کشتش؟ تروریست شماره 1 دنیا رو کشتیم. عامل قتل عام سربازان آمریکایی و خیلی های دیگه در همه جای دنیا. قاسم سلیمانی. او هم رفته حالا. از توافق هسته‌ای فاجعه بار دولت قبلی بیرون کشیدم که اسفبار بود. پرزیدنت اوباما به ما 150 میلیارد دلار بده و ما بهت هیچی نمیدیم. 1.8 میلیارد دلار نقد به ما بده. 1.8 میلیارد دلار نقد بهشون داد. عجب توافق مزخرفی بود. ولی ما توافق رو شکستیم و بگذارید بهتون بگم احتمالاً اولین تلفنی که بعد از پیروزیمون در انتخابات به من میشه از ایران خواهد بود. دارن میمیرن که با ما توافق کنن چون تولید ناخالص ملیشون 28% پایین رفته. کسی تا حالا همچین چیزی نشنیده. این اولین تماسیه که با من خواهند گرفت. اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. دونالد ترامپ بود. اما خشایار همچنان با ماست. خشایار، نکته جالب اینه که به هر حال آقای ترامپ بعد از اون دوره بیماری که گذرونده به این سفر رفته و در اونجا با مردم صحبت کرده. راجع به سلامتیش چی گفت؟ راجع به بیماریش؟ این نکته مهم اینجاست که در نظرسنجی‌های اخیر که در سطح ملی انجام شده، در عمده نظرسنجی‌های مهم، آقای ترامپ در سطح ملی از آقای بایدن عقب‌تر هست. برای همین برای آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی او سفر به ایالت‌های کلیدی، ایالت‌هایی که در انتخابات نقش مهمی رو دارند، اهمیت بسیار زیادی داره. از دیروز این سفرها رو شروع کرد. امروز هم قرار هست به پنسیلوانیا بره که یک ایالت مهم دیگر هست. پزشک این روز گذشته قبل از سفر آقای ترامپ به فلوریدا، پزشک آقای ترامپ اعلام کرد که در آزمایش‌های متوالی که انجام شده به طور مکرر جواب آزمایش‌های کرونا منفی بوده و آقای ترامپ سلامتی خودش رو به طور کامل باز یافته. خود آقای ترامپ هم قبلا گفته بود که کاملا سلامت هست و حتی نسبت به این بیماری ایمنی پیدا کرده. این صحبت‌ها رو در جمع هوادارانش هم تکرار کرد. هزاران نفر فرد مشتاق که به استنفورد فلوریدا رفته بودند در یک تجمع بسیار سنگین در کنار هم بر فاصله های نزدیک و خیلی از اونها هم ماسک نداشتند، ولی آقای ترامپ دوباره تکرار کرد که حالش خوب هست و سخنانش رو با هم میشنویم. من دوچارش شدم. حالا میگن مسئولیت دارم. حس میکنم خیلی قوی شدم. اون وسط راه میرم تک تک شما رو میبوسم. I'll kiss the guys and the beautiful women and them. مردا رو میبوسم، زنهای زیبا رو میبوسم، همتون رو. به همتون یک ماچ آبدار میدم. ولی جدی این خبر خوبیه. مجبور نیستم توی زیرزمینم حبس بشم که به هر حال همچین کاری نمیکردم. وقتی رئیس جمهور هستی نمیتونی توی زیرزمینت قایم بشی و بگی نمیخوام با دنیا تماس داشته باشم. باید بیای بیرون و خطرم داره، ولی باید بیای بیرون. همونطور که گفتم امشب هم آقای ترامپ به پنسیلوانیا خواهد رفت تا در بین هوادارانش
یک سخنرانی انتخاباتی دیگر خواهد داشت. سه هفته دیگر انتخابات آمریکا برگزار میشه و دو نامزد دارن تلاش‌های خودشون را انجام میدن. آقای بایدن هم به ایالت‌های کلیدی سفر خواهد کرد. روز گذشته در اوهایو بود و در سخنرانی که در جمع کارگران بخش خودروسازی انجام داد، اقدامات آقای ترامپ و سفرهای او به رغم اینکه بیمار بوده رو بی‌پروایانه ازش نام برد. آقای ترامپ هم در عوض میگه که او رهبر هست، رئیس جمهور هست، باید در جلوی صف باشه و آقای بایدن رو هم به نحوی مسخره کرد که گفت که رئیس جمهور نمیتونه در زیر زمین خونش بشینه و از اونجا هدایت امور رو بر عهده داشته باشه. حشر جنیدی بود. مسئولان هر دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان میگویند که به آتش بس پایبندند، اما در عین حال یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. سازمان ملل متحد از شکست شدن آتش بس ابراز تأسف و نگرانی کرده و صلیب سرخ اعلام کرده هنوز نتوانسته عملیات جمع‌آوری اجساد و مبادله اسیران را شروع کنه. آتش بس از 3 روز پیش با وساطت روسیه به منظور مبادله کشته شدگان و اسیران اعلام شده بود. مهداد فرهمند نگاهی کرده به وضعیت شکننده آتش بس قره‌باغ. خونسازی بمب‌های خوشه‌ای در قره‌باغ. بمب‌های خوشه‌ای ساخت اسرائیل که سالها بر سر لبنان ریخته می‌شدند. 30 سال است سازمان ملل دارد لبنان را از بقایای بمب‌های خوشه‌ای پاکسازی می‌کند، ولی هنوز تنها بخش کوچکی پاکسازی شده. این بمب‌ها پس از 30 سال هنوز دارند در لبنان قربانی می‌گیرند. در روزهای گذشته تعداد زیادی از این بمب‌های خوشه‌ای بر شهر استپانکرت یا خانکندی مرکز قره‌باغ ریخته شد. جمهوری آذربایجان عضو پیمان جهانی منع کاربرد بمب‌های خوشه‌ای نیست. پس از آتش بس، بمباران مناطق مسکونی ادامه یافته. این مرد ارمنی خانه‌اش و پدرش را در بمباران پس از آتش بس از دست داده. در سمت آذری‌ها هم کشته شدن غیر نظامیان گزارش شده. این نماها را خود ارتش جمهوری آذربایجان از عملیات تهاجمی پس از آغاز آتش بس پخش کرده. دقت برینز آتش uzalım Evet otuz para metronun indirli bir anda altı Ama var traktör Ateş geçip traktöre normaldi اعلام کرده که این حملات را انجام داده تا ارمنی ها آتش بس را نشکنند. Görüş Şerfiyat 1 Acım 34 zalım 11 عملیات زمینی آذری ها هم ادامه یافته. کانون درگیری ها اطراف شهر هدروت یا به نام فارسی قدیمیش حد درود در جنوب قره‌باغ است که ارمنی ها همچنان آن را حفظ کردند. گرفتن این شهر برای آذری ها حیاتی است. با تسلط بر هدروت هم می توانند جبرئیل و فضولی را که پیشتر آزاد کرده اند راحت تر حفظ کنند، هم در صورتی که دیپلماسی و فشار روسیه مانع از ادامه جنگ شود دست بالا را در مذاکره داشته باشند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. کژوان الماسی، جوان 30 ساله سنندجی که برای کار به تهران رفته بود، قربانی دیگر گلوله مستقیم نیروهای امنیتی شده. جنازه او در تهران دیروز به خانواده‌اش تحویل داده شد و شبانه در زادگاهش دفن شد. شیار گل همکارم از لندن با ما هست. شیار، داستان از چه قراره؟ خب مجید، من صحبتی رو که با یکی از نزدیکانشون داشتم گفت دیروز با تلاش فراوان خانواده تونستن جنازه رو
تحویل بگیرن از تهران، اما به محض ورود جنازه به سنندج که غروب بوده خانواده رو وادار کردن، علی‌رغم میلشون که میخواستن امروز جنازه دفن بشه، اونا رو وادار کردن که جنازه رو شبانه دفن کنن. اما با وصف این، خیلی از مردم سنندج شنیده بودن که جنازه در راه سنندج، صدها نفر همونجوری که دیدی به گورستان بهشت محمدی سنندج، شهر سنندج رفتن و با دف جنازه رو بدرقه کرده بودن که قطعاتی رو از این رو پخش کردید و ظاهرا نگذاشته بودن نیروهای امنیتی مردم وارد محوطه بشن. اما خب سناریوهای متفاوتی درباره چگونگی قتل ایشون گفته شده. ابتدا گفته شد که ایشون یکی از تجمع کنندگان مقابل بیمارستان جمع بوده، بعد از خبر فوت محمد رضا شجریان ایشون یکی از دستگیر شدگان بوده اونجا، اما بعداً توسط گلوله‌ای در ون نیروی انتظامی کشته میشه. اما ما دوباره دیروز شنیدیم به نقل از خانواده اون که گفتن ایشون در شهریار بوده، در یک مهمانی بوده و تصادفی کشته شده. حالا صحبت های فراوانی میشه. من صحبت کردم با یکی از نزدیکانشون، گفت ما هیچ خبری نداشتیم، مثلا ایشون تو شهریار بوده باشه. اما عمویشون کمال الماسی در یک ویدیویی که در اربیل به سر میبره صحبت هایی رو کرده، بخشی از این صحبت هایشون هست، با هم نگاه کنید. خبر کذب، این خبر توسط فشاری که بر خانواده من ایجاد شده به خاطر اینکه جنازه که جوان رو تحویل نمیدادن، مجبورشون کردن که همچین خبری رو بهشون بدن و این خبر در داخل ایران تهیه شده و هیچ نوع اعتباری نداره. جریم، اشاره ایشون دقیقا به چه خبری و چرا نیروهای امنیتی داستان رو باید تغییر بدن؟ دقیقا این سوالیه که باید پرسید. معمولا در همه جای دنیا وقتی که اتفاق اینجوری میافته، و اینم بگم یکی از رفیقان کجوان به من گفت که جنازه رو با چشم خودش دیده و گلوله از پشت بهش اصابت کرده. ایشون این سناریو رو مطرح کرد، گفت شاید هم کجوان خواسته از ون پلیس فرار کنه و اونا از پشت بهش تیراندازی کردن. اما اشاره‌ای که به ایشون، بالاخره این سناریویی که بوده، گفتن ایشون ظاهرا گفته‌ای بوده که ایشون رانندگی می‌کرده، مست کرده و کشته شده. و همین، اگه این موضوع بوده چرا باید دستگاه اطلاعاتی ایران بیان خانواده رو تحت فشار قرار بدن که مثلا سریعا جنازه رو دفن کنن که موضوع پیچیده، یا بهشون بگن باید حتما این حرفا رو بزن. به قول عموی ایشون میگه خانواده رو تحت فشار گذاشتن که بگن حادثه تصادف بوده، بلکه بهشون تیراندازی نشده. خب اما همینجوری که گفتم گفته‌های زیادیه و متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی هیچ گونه روشنگری نشده، یا به هر حال چیزی گفته نشده که دقیقاً روشن کنه که چه اتفاقی افتاده. ممنونم از جواب. مجید، بالاخره یک بی‌اعتمادی هم هست به نیروهای امنیتی در منطقه. ممنونم، ببخشید وقت بیشتری نداشتیم. جیار گل همکارم از زندم. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان گفته تعرض به این افراد مجاز نبوده. ابراهیم رئیسی دستور برخورد با متخلفان را صادر کرده و گفته صدور حکم برای گرداندن متهمان فقط در صلاحیت دادگاه است. به تازگی نیروی انتظامی افرادی را که به سرقت و زورگیری متهم بودند در تهران و رشت گردانده و کتک زده. انتشار تصاویر این برخورد واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. آلمان از ترکیه خواست با خودداری از جستجوی ذخایر گاز در شرق مدیترانه از ایجاد تنش پرهیز کند. آنکارا می‌خواهد دوباره یک کشتی اکتشافی به منطقه‌ای در دریای مدیترانه اعزام کند که مورد اختلاف ترکیه و یونان است. در پی هشدار اتحادیه اروپا، ترکیه ماه گذشته میلادی کشتی اکتشافی خود را بازگردانده بود. در ایران با گذشت چند ماه از تصویب قانون صدور گذرنامه برای فرزندانی که مادرشان ایرانی است، گفته شده که این قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی شود. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار و رفاه اجتماعی، تعلل در اجرای این قانون رو ناشی از روحیه و رویکرد کارکنان ادارات دولتی از جمله وزارت خارجه دانسته. و همچنین گفته برخی افراد معتقدند که ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی دوام ندارد. شرکت فیسبوک 1,300,000 دلار به موزه بلچلی پارک در بریتانیا کمک کرده. بلچلی پارک در شهر میلتون کینز مرکز رمزگشایی از پیام‌های نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم و محل ساخت و نصب ماشین تورینگ، اولین کامپیوتر مدرن بوده که حالا به موزه تبدیل شده. این موزه امسال به دلیل شیوع کرونا هیچ درآمدی نداشته.
اکبر عالمی، استاد رنگ و نور و لابراتوار در دانشگاه، عکاس و مستندساز ایرانی، در پی ابتلا به کرونا در 75 سالگی در تهران درگذشت. آقای عالمی در سال 1324 در اهواز متولد شد، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک تهران بود و از بریتانیا مدرک دکترا داشت. او همچنین مجری برنامه‌های سینمایی از جمله برنامه هنر هفتم بود. آقای عالمی در زمینه عکاسی، لابراتوار، جلوه‌های ویژه و مبحث‌های فنی و تخصصی سینما چند کتاب نوشته بود. بهرام فرهاد توسکی همکارم اینجا در استودیو با ما هست. بهرام، خیلی ها آقای عالمی رو با هنر هفتم فکر میکنم به خاطر دارند، ولی او بزرگتر از اون برنامه بوده مسلماً. چه کارهایی انجام داد؟ والا علی اکبر عالمی سوا اینکه مدتی مسئولیت لابراتوارهای صدا و سیما رو به عهده داشت و همینطور آرشیو صدا و سیما و مانع نابودی اونها شد، اون تو اون دهه 60 و 70 هنوز سینمای دیجیتال رو نیامده بود و همه فیلم ها بیشتر از به صورت سلولوئید بود. از این لحاظ لابراتوار نقش اساسی توی تلویزیون و سینما داشت. اکبر عالمی یکی از کسایی بود که توی تمهیدات سینمایی مطالعات خوبی داشت. کتاب‌هایی در زمینه ظهور عکاسی داره، کتاب‌هایی در زمینه لابراتوار و همینطور انیمیشن داره. اکبر عالمی مجری بسیار توانایی بود. در ابتدای دهه 70 ما برنامه هنر هفتم رو همه یادمون هست که پنجشنبه شب‌ها می‌اومدیم و وای میستدیم پای تلویزیون و به برنامه او گوش میدادیم. تفاوت اکبر عالمی و مجری های دیگه تو جذابیت اجراش بود. صدای خیلی خوبی داشت، اجرای خیلی خوبی داشت. این باعث میشد که این اجرای متفاوت از کسایی که خیلی قیافه شیک و تمیزی داشت و این متفاوت بود از باقی، یعنی فضای ایدئولوژی زده دهه 60 و 70 ایران. برای همین خیلی از سینما دوستان و مردم عادی از طریق اکبر عالمی با سینمای اروپا، با سینمای آسیا آشنا شدن. فیلمای کوبایاشی، کوروساوا، میزوگوشی رو از طریق برنامه اون دیدم. بعدها برنامه دیگه ای هم داشت به اسم سینما ماورا، ولی خب این نحوه اجرای خوبش باعث شده بود که مدرس خوبی هم بود. علی اکبر عالمی یکی از مدرسای خوب سینما بود. اون ظهور عکاسی، سینمای مدرن، انیمیشن و تصویر دست میداد. توی بیشتر فارغ التحصیل های سینمای ایران اکثرا شاگرد اون بودم و خاطرات خوبی از اون دارم. نمیدونم، خودت هم شاید شاگردش بودی، مطمئن نیستم، ولی بله من شاگردش بودم. ولی آقای عالمی فیلمسازی هم کرد، از تجربه فیلمسازیش هم برای ما بود. اکبر عالمی علاوه بر تدریسش و اینکه سرپرستی لابراتوار رو داشت، مستندسازی هم میکرد. این مستندسازی عبارت بود از عکاسی مستند و فیلم های مستند. فیلم های صنعتی میساخت برای پتروشیمی، برای نساجی. تقریبا نزدیک 30 تا فیلم مستند تو کارنامهش دیده میشه و دو تا از فیلماش که راجب مروارید خلیج فارس و خلیج فارس و نواحی نهگانه است از دیگران متمایزه. ممنونم ازت بهرام فرهاد توسکی. اینجا با نیمی از جمعیت منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در اثر درگیری‌های اخیر آواره شدند. غیر نظامیانی هم از آذربایجان و هم ارمنستان جان خودشون را از دست دادند. تنها چند ساعت بعد از آتش‌بسی که در مسکو به دست آمد، گزارش‌هایی از گلوله باران از هر دو سوی درگیری منتشر شد. بی بی سی گزارش‌هایی از هر دو سوی درگیری‌ها منتشر کرده، از جمله این گزارش از منطقه تحت کنترل ارمنستان. از آغاز درگیری ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، نیمی از جمعیت اینجا مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در هر دو سوی میدان ارمنی ها و آذربایجانی ها جان خود را از دست دادند. بسیاری از ارمنی ها در کلیساها پناه گرفتند. مردم اینجا میگویند نگرانند که هر لحظه هدف حمله قرار بگیرند. از آغاز درگیری ها 200 غیر نظامی اینجا پناه گرفتند. هیچ وقت فکر نمی کردم که در یک چشم به هم زدن شهر دوباره بمباران بشه. ساعت 7 صبح وقتی مردم هنوز خواب بودن،
فکرشو بکنید اگه همچین چیزی توی یک کشور غربی اتفاق میافتاد چه واکنش هایی میدیدید؟ منطقه قره‌باغ رسما به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می شود، اما تحت حاکمیت ارمنی هاست. دو طرف در اوایل دهه 90 میلادی در جنگ خونین روبروی یکدیگر قرار گرفتند و از آن زمان هر از گاهی درگیری هایی رخ داده. 30 ساله که بچه هامونو تو پناهگاه بزرگ می کنیم. پسرم 25 سالشه و وضع اون هم همینه. اما من نمیخوام اینطوری زندگی کنم. من صلح میخوام. میخوام بزرگ شدن نواهامو ببینم. میفهمین چی میگم؟ این جنگ فقط سر قره‌باغ نیست. جنگ و رقابت بین ترکیه و روسیه است. اینکه چه کسی بر قفقاز جنوبی و دیگر نقاط قفقاز حاکمیت میکنه. Who will rule in South Caucasus and in Caucasus? خانه ها زیر بمباران است و ساکنان ناچار به فرار به پناهگاه ها و زیر زمین ها. در شهر شوشی این دقایقی بعد از حمله به یک کلیسای مشهور است، جایی که غیر نظامیان پناه گرفته بودند. چند روز بود که تو کلیسا بودیم. یه دقیقه رفتیم خونه که غذا بیاریم. یه رو قبل از حمله برگشتیم به کلیسا. من بودم و مادر شوهرم و بچه هام. وقتی کلیسا رو زدن انگار سقف داشت رو سرمون خراب می شد. کمی بعد کلیسا دوباره بمباران شد و این بار قربانیانی به جا گذاشت. خدای بزرگ به ما صلح عطا کن، به مردم ما امید عطا کن، به ما کمک کن. این درخواست من از خداست. That's what I asking my God. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما.